أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست، گیتی عرض است و این گوهر جوهر اوست. در فضل و کرامتش همین قدر بس است که احمد پدر است و مرتضی شوهر اوست. با کسب اجازه از محضر همه عزیزان به ویژه فضلا و بزرگان و اهل علم حاضر در محفل و با عرض تسلیت به محضر مقدس قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام و شما عزاداران بزرگوار، خواهران و برادران حاضر در محفل به مناسبت ایام سوگواری دخت گرامی پیامبر بزرگوار اسلام، دقایقی را که خدمت شما هستم مطالبی تحت عنوان سیمای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قرآن و فرمایشات پیامبر بزرگوار اسلام تا اونجا که فرصت اجازه میدهد خدمت به عرض برسانم. آیات فراوانی در قرآن کریم هست که یا به صورت انحصاری و اختصاصی مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است یا مربوط به اهل بیت پیغمبر می شود که یکی از شخصیت‌های بارز اهل بیت پیغمبر و گاهی به عنوان محور اهل بیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح شده‌اند. از جمله آنها 5-6 مورد را بنده عرض خواهم کرد اگر فرصت اجازه دهد. نخستین مورد سوره مبارکه کوثر است. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. در شأن نزول این سوره از مفسران و بزرگان به ویژه از ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده است که در رابطه با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده. ابن اسحاق متوفای سال 151 هجری قمری در سیره اش که به نام سیره ابن اسحاق مشهور است میگوید که قاسم فرزند رسول خدا به سن رشد رسید به گونه‌ای که می توانست بر اسب و شتران رهوار سوار شود و در نوجوانی درگذشت. عاص بن وائل که یکی از دشمنان سرسخت پیامبر گرانقدر اسلام بود می گفت که محمد به خاطر از دست دادن پدرش پسرش بدون نسل گردید، ابتر شد. ابتر در زبان عرب همون کسی را میگویند که از اون نسل و ذریه باقی نماند. منافقین هم به پیامبر اکرم نیش میزدند، طعنه میزدند و میگفتند که کسی از پیغمبر باقی نمیماند. خداوند متعال دهان همه دشمنان پیغمبر اسلام را
با این سوره مبارکه بست و فرمود انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. البته کوثر معانی فراوانی دارد، به معنای خیر فراوان، به معنای قرآن کریم، به معنای حوض کوثر، به معنای اولاد زیاد، معانی مختلف دیگر آمده است که بارزترین مصداقش به خصوص با توجه به تناسب حکم و موضوع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امام صادق علیه السلام فرمودند کوثر در حقیقت عبارت است از زیادتی نسل رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه از فرزندان فاطمه زهرا تا روز قیامت، به گونه‌ای که از حد و شمارش بیرون باشند. آنهایی که به پیغمبر اکرم طعنه می‌زدند از آنها کسی باقی نمانده. امروز نمی‌توانید شما از دشمنان پیغمبر نسل را در دنیا پیدا بکنید. البته دشمنان پیغمبر در دنیا زیادند، دشمنان خدا هم زیادند، اما از اون دشمنانی که در اون زمان به پیغمبر طعنه می‌زدند امروز نسل در جهان باقی نماند. اما از ذریه پیغمبر اکرم در کجاست که به تعداد وافر حضور ندارند؟ در همین مجلس ما سادات معظم و اولاد پیغمبر و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الحمدلله تعداد زیادی حضور دارند و ما از برکت وجودشان مستفیدیم. این هم معجزه قرآن است و این کوثر است. فخر رازی که از افتخارات علمی جهان اسلام و از افتخارات ما مردم افغانستان و هرات است و تفسیر بزرگی دارد به نام تفسیر کبیر، در سال 606 هجری از دنیا رفته است. در تفسیرش می‌فرماید که چه بسیار از اهل بیت که کشته شدند باز هم جهان از آنان پر است، ولی کسی از بنی امیه باقی نمانده. اندیشوران مثل باقر، حالا تعبیر ایشان این است، باقر و صادق و کاظم و رضا، همون ائمه معصومین ما علیهم السلام و نفس زکیه، از میان آنون برخواستند. از این بیانات به خوبی روشن می شود که کوثر به معنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. دومین آیه، آیه مباهله است. در سال نهم هجری عده‌ای از سران مسیحیان شهر نجران همراه اسقف اعظمشان برای مذاکرات دینی و اعتقادی با رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه از نجران که در 910 کیلومتری جنوب شرقی مکه واقع است به مدینه وارد شدند. بحث‌های زیادی با پیغمبر اکرم کردند. در خلال بحث‌ها از قبول این حقیقت که عیسی علیه السلام بنده خدا و فرستاده خداست سر باز زدند، چون آنها حضرت عیسی را فرزند خدا می‌دانستند. فرشته وحی بر پیغمبر فرود آمد و این آیه را آورد در سوره مبارکه آل عمران آیه 61، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. داستان مباهله را حتما عزیزان ما مکررن شنیدند از اهل منبر. بنده نمیخواهم محفل را با ذکر طولانی این داستان، هرچند که متبرک است، وقت مجلس را بگیرم، چون وقت ما کوتاه است. اما در این داستان شخصیت هایی که مطرح بودند، پیامبر بزرگوار اسلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین بودند. فردا که روز مباهله رسید
نصارای نجران و پیشوایشان اسقف اعظمشان گفتند که ببینیم اگر پیامبر و تعبیر ما، اونها که به پیامبری قبول نداشتند، گفتند اگر محمد به تنهایی و یا با عده از اصحابش و دوردستان آمد مباهله می کنیم، اما اگر با نزدیکانش آمد از مباهله می پرهیزیم، چون یقین دارد به این که حق است. وقتی دیدند پیامبر با علی و فاطمه و حسنین آمد که تمام هستی پیغمبر هستند و منظور از انفسنا در اینجا جان پیغمبر امیر المؤمنین است، منظور از نسائنا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، وقتی دیدن با اینها آمدن گفتن اگر مباهله بکنیم آتش قهر خدا ما را در بر خواهد گرفت که هیچ کسی از ما زنده نخواهد موند. لذا از مباهله صرف نظر کردند و گفتن ما حاضریم جزیه بدهیم به شما. در سوره مبارکه دهر جلوه های از ایثار حضرت علی و فاطمه زهرا و حتی فضه خادمه حضرت فاطمه زهرا را می‌بینیم. آیه هشتم و نهم سوره دهر: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مرحوم زمخشری در تفسیر کشاف به نقل از ابن عباس می‌گوید که حسن و حسین بیمار شدند. پیامبر بزرگوار اسلام به همراه جمعی از اصحابشون آمدند، از اونها عیادت کردند. به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند چه خوب است که برای شفای فرزندانت نذری بکنی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه و فضه خادمهشان نذر کردند که خداوند این دو گلدسته را شفا عنایت کند، ما سه روز روزه بگیریم. خداوند آنها را شفا داد، روزه گرفتند. وقتی نزدیک افطار شد دیدن چیزی در بساط نیست برای افطار، ساعت‌های قبل از افطار، حضرت علی علیه السلام از خانه بیرون شدند. روایت دو تاست اینجا، دو جور نقل شده. در یک روایت حضرت علی علیه السلام رفتن از کسی به نام شمعون یهودی 3 سا جو قرض گرفتن، هر سای حدود 3 کیلو هست، یعنی در حد 9 کیلو 10 کیلو جو قرض گرفتن، آوردن به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دستاس کردند، آماده کردند، قرص نان جوین فراهم شد. در روایتی دیگر دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها پشم رشتند، مزد پشم رشتن خود را 3 سا جو گرفتند. در تفسیر برهان هم این مطلب آمده است. و این جو را آماده کردند برای غذا. اونگاه وقت افطار فرا رسید، مسکینی آمد، سفره اینها پهن شد، نان جو، شاید مثلا شیری، خرمایی، نمکی. نزدیک افطار بود، مسکین آمد، سلام کرد: یا اهل بیت رسول الله، مسکینم، چیزی ندارم، ناتوانم، به قرص نان محتاجم، کمکم کنید. اون نان را که فراهم کرده بودن دادن برای این مسکین. روزه گرفتن، اونچور که نقل شده با آب افطار کردند و روزه گرفتن فردا را، چون نذر معین بود که 3 روز پشت سر هم روزه بگیرن و واجب است که انسان نذر معین میکند عمل کند. روز دوم یتیم آمد وقت افطار، غذای خود را مثل روز اول به یتیم دادن. روز سوم اسیر آمد، مثل روز دوم غذای خود را به اسیر دادن. 3 شبانه روز با آب روزه گرفتن چی میگذارد در بساط انسان؟
درست است که اونها انسان‌های استثنایی بودند، اما به حسب ظاهر انسان بودند و نیازمند همین امکاناتی که ما می‌خوریم استفاده می‌کنیم. دیگر رمق در بدنشان نمانده بود. جالب است که حتی ظاهراً نان به حسنین هم نمانده بود که بخورند. در روایت دارد، نقل شده است در تاریخ، که امیرالمؤمنین علیه السلام روز چهارم دست حسنین را گرفت، برد خدمت رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه. حضرت دیدند که اینها از شدت گرسنگی مثل مرغ یا کبوتر می‌لرزند. رقت پیغمبر خدا آمد، داستان را سوال کردند. حضرت علی علیه السلام داستان را به ایشان فرمودند که وضع اما چنین شد. پیغمبر خدا بلند شدند، رفتند به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونجا نشستند، دیدند دخترشان در محراب عبادت، این فاطمه ای که امروز برایش عزاداری میکنیم، با شکم گرسنه ای که سه شبانه روز نان نخورده و روزه گرفته، الان که پیغمبر میروند در محراب عبادت است، نماز میخواند. پیغمبر دیدند شکم فاطمه زهرا از شدت گرسنگی به پشت حضرت چسبیده. نشستند. فاطمه زهرا سلام الله علیها داستان را به پیغمبر فرمود. جبرئیل علیه السلام نازل شد، تهنیت گفت برای پیغمبر اکرم، مبارک باد گفت با این اهل بیت و با این دختر و با این داماد و فرزندانی که دارن، و این آیات را آورد به عنوان مبارک باد پیغمبر. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینها اهل بیت شما همین مردم هم اینجور افرادی هستند. انما نطعمکم لوجه الله، این اطعام برای رضای خداست. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. زبان حال علی و فاطمه این است که ما از شما فقرا نمزد میخواهیم نه تشکر. آیه چهارم آیه تطهیر است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. روایات متواتر از منابع اهل سنت هست که این آیه در خانه ام سلمه ام المؤمنین نازل شده. ام سلمه یکی از همسران بسیار مخلص پیغمبر خدا بود که بعد از وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها حضرت با ایشون ازدواج کردند. نقل شده است که پیغمبر بزرگوار اسلام در خانه ام سلمه بودند. آمدند، همون داستان حدیث کسا که امروز صبح هم اینجا خوانده شده است. خود پیغمبر آمدند و حضرت فاطمه که اونجا بود تحت تربیه ام سلمه بود بعد از حضرت خدیجه. و جالب است این را بین پرانتز عرض کنم، در تربیت و مقام حضرت فاطمه زهرا، پیغمبر خدا حضرت فاطمه را پیش ام سلمه گذاشته بودند که تربیتش کند. ام سلمه بارها میگوید که من فاطمه زهرا را از خودم به مراتب با تربیت تر یافتم. این پرانتز. قضیه کسا اتفاق افتاد، حضرت پیغمبر عبا را بر دوش انداختند یا روی خود کشیدند، حضرت علی آمد، حسنین آمدند، فاطمه زهرا سلام الله علیها. خداوند متعال در ملأ اعلا به ملائکه اش گفت که همه آسمان و زمین را به خاطر اینها آفریدم، هرچه هست و نیست به خاطر محبت و اینهاست. جبرئیل به شوق افتاد که برود پیش اینها، ببیند اینها کیا هستند. سوال کرد اینها کیند. خداوند فرمود هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه، پدرش، شوهرش، فرزندانش. جبرئیلم آمد از جانب خداوند متعال سلام آورد به پیغمبر اکرم و این آیه نازل شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد از نزول این آیه به مدت 6 ماه رسول خدا بر در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به خصوص در هنگام نماز صبح می آمدند. در مسجد بود دیگه،
داخل مسجد بود به گونه ای دق الباب می کردن، می فرمودن که ای اهل بیت پیامبر برخیزید برای نماز، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این مطلب در مسند امام احمد حنبل جلد 3 صفحه 323 و در صحیح ترمذی جلد 2 صفحه 29 و در انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 104 که همه از منابع علما و محدثین اهل سنت است و مورد قبول همه برادران اهل سنت است نیز آمده. چهارمین پنجمین مورد دعای توبه حضرت آدم علیه السلام این اهل بیت بودند. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم. سوره بقره آیه 37. وقتی آدم علیه السلام که از بهشت بیرون رانده شد سالهای سال گریه کرد، به پیشگاه خداوند متعال عذر و التماس توبه کرد، خداوند متعال کلمات را به حضرت آدم آموخت که با این کلمات توبه اش را خداوند بپذیرد. ابن مغازلی از علمای اهل سنت در کتاب مناقب خود صفحه 63 به اسناد خود از ابن عباس روایت می کند سئل النبی صلی الله علیه و آله عن الکلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه. سوال شد از پیغمبر که این کلماتی که آدم بر زبان آورد و خداوند توبه اش را پذیرفت چه بود؟ حضرت پیغمبر فرمودند سأله بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی فتاب علی. خدا را به حق این پنج نور مقدس قسم داد که توبه اش را بپذیرد، خداوند هم توبه اش را پذیرفت. از جمله این پنج نور مقدس یک حضرت فاطمه زهرا است. ششمین آیه قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. سوره شورا آیه 23. در تفسیر درالمنصور جلد 6 صفحه 7 و همچنین در مناقب ابن غزالی، ابن مغازلی و دیگر کتب آمده از پیامبر بزرگوار اسلام بعد از نزول این آیه سوال شد که خیشان و نزدیکان شما که مودت و دوستی آنان بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ معنای آیه این است پیامبر اگر میخواهند مردم به شما اجر و مزد بدهند بگو من از شما مزد رسالت نمیخواهم مگر یک چیز، اون هم مودت، محبت شدید و عشق به ذوی القربای خودم. سوال کردن از پیغمبر که اینها کیان که ما با اونها عشق بورزیم و مودت اونها بر ما واجب است؟ حضرت فرمودند علی، فاطمه، حسن و حسین. امام شافعی محمد ابن ادریس در دیوانی که دارد شعر دارد در این زمینه، از جمله اشعارش این است یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله. ای اهل بیت پیامبر، میدانید مذاهب اهل سنت و جماعت 4 تاست. یکی مذهب شافعی است، امام شافعی رئیس این مذهب است. میفرماید ای اهل بیت رسول خدا، محبت شما واجب است، فرض است از جانب خدا که در قرآن کریم نازل شده است. در همین آیه یکفیکم من عظیم الفخر انکم، برای شما کفایت میکند این همه افتخار و مرتبت که چی؟ من لم یصلی علیکم لا صلاة له، کسی که بر شما درود نفرستد نمازش نماز نیست. حتما باید بر شما درود بفرستند که نمازشون درست باشد.
شما هم صلوات بر محمد و آل محمد بخونید. این آیاتی که خوندم بخش از آیات است که میتواند سیمای زیبای سیمای ملکوتی فاطمه زهرا سلام الله علیها را در قرآن کریم برای ما ترسیم کند و جایگاه اون حضرت در مجموعه اهل بیت پیغمبر. و اما سیمای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در احادیث پیغمبر، یکی از مواردی که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمایشات زیادی دارند در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و فرمایشات پیغمبر در رابطه با حضرت زهرا و اهل بیت در حد تواتر است، یعنی همه محدثین نقل کردند، به نقل‌های مختلف نقل شده است. اولین حدیث احمد بن حنبل پیشوای مذهبی حنبلی ها که یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت است به اسناد خود چنین روایت می کند، در مسند احمد بن حنبل جلد چهارم آمده: نظر النبی الى علی و الحسن و الحسین، پیغمبر به علی و حسن و حسین و فاطمه نگاه کرد، فقال انا حرب لمن حاربكم، فرمود این چهار نفر بزرگوار نشسته بودند، فرمود که من جنگی هستم با کسی که با شما بجنگد، و سلم لمن سالمکم، و اهل مسالمت هستم با کسی که با شما اهل مسالمت باشد. همچنین احمد ابن حنبل و ترمذی و عده دیگر از علمای اهل سنت نقل کردن، از حذیفه نقل شده در مسند احمد جلد 5، فرشته‌ای که تاکنون بر زمین فرود نیامده بود از پیغمبر اکرم نقل کرده ام، خدمت پیغمبر آمد، سلام کرد و بشارت داد به پیغمبر. حضرت فرمودند بشارتش این بود که ان فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه، حضرت فاطمه بزرگ زنان اهل بهشت است، و ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. در صحیح بخاری که خود بخاری از علمای معروف اهل سنت است، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 36 به اسناد خود از رسول خدا نقل کرده: فاطمه تو بضعتم منی، فاطمه پاره تن من است، فمن اغضبها اغضبنی، کسی که فاطمه را به غضب وادار کند، ناراحت کند، دلش را برنجاند، روح فاطمه را آزرده کند، پیغمبر فرمودن مرا آزرده کرده، مرا به غضب آورده. و در بعض روایت دارد من اغضبنی، کسی که مرا به غضب بیاورد خدا را به غضب آورده است. آیاتی هم بر این قضیه دلالت دارد که وقت محدود است. حاکم نیشابوری از پیامبر نقل می کند که فرمودند یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک، خداوند با غضب تو غضب می کند و با رضای تو راضی است. محب الدین طبری در کتاب ذخایر العقبا صفحه 44 به اسناد خود از رسول خدا نقل میکنه: اربع نسوت سیدت و سیدات و عالمهن، چهار زنن که بزرگ دنیا هستند: مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد. و افضلهن علمن یا عالمن فاطمه سلام الله علیها، از همه اینها عالمتر حضرت فاطمه است. در مستدرک صحیحین از رسول خدا نقل شده: اذا کان یوم القیامه نادا مناد من تحت الحجب، یا اهل الجمع روز قیامت منادی ندا می کند که ای مردم غضوا ابصارکم، چشمتان را ببندید، و نکسوا رؤوسکم، سرتان را پایین می اندازید، فهذه فاطمه بنت محمد تورید و انتمل را علی الصراط، میخواهد از صراط رد بشود. و آخرین حدیث که بخوانم، خطیب بغدادی نقل میکند در تاریخ بغداد از پیغمبر خدا: لیلتون عرج بی الی السما رأیت علی باب الجنه مکتوبا، شبی که پیغمبر به معراج رفتن میفرمایند در
باب جنت در باب بهشت، در بهشت نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی حبیب الله الحسن و الحسین و فاطمه صفوت الله. حسن و امام حسین و حضرت فاطمه برگزیدگان خدایند. علا باغضهم لعنت الله، کسی که به اینها بغض داشته باشه حضرت پیغمبر فرمودن که لعنت خدا بر او باد. اینها فرمایشات به بخش کوچیکی از فرمایشات پیغمبر خدا در رابطه با حضرت زهرا. عرضم تمام. ما باید یک نکته هم به خواهران عرض کنم، خواهران عزیز، مخصوص به خواهران و همچنین برادران، ما باید از زندگی بزرگان به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیریم. عزاداری بخشی از وظیفه ما، آشنایی با تاریخ و سیرت زندگی اونها بخش دیگر مهم از وظیفه ما. ببینیم حضرت فاطمه چی جور زندگی کردن، به زندگی حضرت فاطمه، به علم حضرت فاطمه، به عملشان، به تدریسشان، به عبادتشان، به نماز شبشان، به صبر و شکیبایی فاطمه، به گذشت فاطمه، به تحمل حضرت فاطمه در زندگی خانوادگی، به کاری که در خانه میکردن، به زحمتی که میکشیدن در تأمین معاش، اشون میریشتن، به تربیت فرزندان فاطمه، به محبت حضرت فاطمه نسبت به شوهرشان، به ارادت حضرت فاطمه نسبت به پدرشان، به حیا و عفت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و در جایی که لازم بود به حضور فاطمه در جمع اصحاب و سخنرانی های آتشین فاطمه زهرا سلام الله علیها باید نگاه کنیم و از همه اینها درس بگیریم. هر کدوم از این عناوین میتواند عنوان یک صحبت باشد. فاطمه
فرمود مصطفی که فدایش شود پدر، روحی که است در تنم از آن فاطمه است یا زهرا. وقتی که روی فاطمه در جسم احمد است، تنها وقتی که روی فاطمه در جسم احمد است، جان علی و آل علی جان فاطمه است. تنهان جلوگاه، تنهان جلوگاه رخش مهر و ماه شد. چشمان حیدر آینه گردان فاطمه است، جایی که جود و بخشش پروردگار هست. بخشش به روز حش به فرمان فاطمه است. عجیب دختر خدا بر پیغمبر عنایت کرد. عارف کسی شده است که زهراست قلب او، ولی شدن عرفان فاطمه است. از جان خود به پای ولایت گذشته و اسلام بامدار ز ایمان فاطمه است. فرمانده قیام برای امام ظالم، شکست خورده میدان فاطمه است. بیداری و بصیرت و عزم و جهاد و فت، یک جلوه از ابهت طوفان فاطمه است. حجت تمام کرد با آیات و محکمات، این اشکاز قدرت برهان فاطمه است. عشق علی چنان زد آتش به جان او، در مشتعل ز سینه سوزان فاطمه است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، چشمان قدسیان همه گریان فاطمه است. مانده است ذوالفقار علی در نیام سر، قلب خدای صبر پریشان فاطمه است. مصرای آخر و روز عزای بی بی جان فاطمه، دلای همه شما مالا مال است اندوغم شده. رفته از دار فنا دختر خیر الورا، نور چشم مصطفی دین خدا. آو با ویلا، آو با ویلا، آو با ویلا. همه بگم
سر خیر الورا، نور چشم مصطفی، حامی دین خدا، حامی دین خدا. آوا بیلا، آوا بیلا. تو دست سینه زن روز عزای فاطمه، بیا دست بالا. چشم حیدر را ببین، سیل عشق از او رمان، در عزای فاطمه قامتش گشت کمان، در عزای فاطمه قامتش گشت کمان. Bye.